ماها سرگردانی به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی، از کمبود امکانات گرفته تا دخالت زورمندان در روند توزیع تذکره های الکترونیکی. وعده های دولت برای حکومتداری الکترونیکی چی شد و چرا با گذشت هر روز مشکلات در توزیع تذکره های الکترونیکی بیشتر می شود؟ سرنوشت مردم چی خواهد شد؟ از یک طرف برخی از ادارات دولتی بدون تذکره های الکترونیکی اجراءات نمی کنند و از طرف دیگر دریافت این تذکره ها ماها زمانگیر است و باید روزها را سرگردان بود. درود و سلام دارم خدمت شما. در برنامه امشب من فرهاد احمدی با شما موضوع روند توزیع تذکره های الکترونیکی را بحث و بررسی می کنم. نخست میریم صحبت های جواد امید فعال مدنی در هرات را با هم در مورد موضوع امشب برنامه می شنویم. متاسفانه در روند شناسنامه های برقی از ابتدا خلال چالش های وجود داشتن. بررسی هایی که نادهای مدنی انجام دادن نشان میده که این پروسه از سه جهت با چالش مواجه است. یک، چالش های اداری و لوجستیکی وجود داره. دو، چالش های حالا فساد سیستماتیک وجود داره. سه، مداخله زورمندان و افراد منفعت طلب در این پروسه موجود است. متاسفانه اداره احصایی مرکزی بدون در نظر داشتن امکانات و تجهیزات اداری که نیاز است برای یک مرکز توزیع شناسنامه برقی، این مرکزها را اندازی کرده و خیلی از مراکزی که در سطح ولایت هرات هست حتی میز و چوکی کافی به تعداد کارمندان از اونها وجود نداره. امکانات به شدت کم هست و هیچ بودجه به این قسمت اختصاص داده نشده. مشکل بعدی که وجود داره بروکراسی پیچیده ای را آمدن ایجاد کردن که این بروکراسی فزار برای کمیشن کار برای دلال ها مساعد ساخته که بیان فساد بکنن و از این راه از سرگردانی مردم سوء استفاده بکنن و به اصطلاح در مقابل دریافت پول بیان برای از اونا شناسنامه زودتر کارهای از اونا را برای گرفتن شناسنامه زودتر انجام بدن. حتی ما گزارش های داریم که بعضی از این دلال ها و کمیشن کارها رفتن به عکاسی هایی که در سطح شهر هستن که همون فرم به صلاح الکترونیک شناسنامه خانه پولی میکنن، برای از اینا گفتن آدرس دادن شماره تلفن دادن که ما اگر کسی نیاز داره که عاجل تذکره بگیره ما هستیم و این کار رو میکنیم در به حساب قبال یک مبلغ مشخص ما این خدمات رو برای از اونا ارائه میدیم. پس این نشان میده که فساد سیستماتیک وجود داره و انمی بروکراسی به این خاطر به وجود آمده که یک عده بتانن از این سوء استفاده کنن. مشکل بعدی که وجود داره این هست که خیلی از زورمندان محلی به خاطر انمو به اصطلاح تثبیت جایگاه خود میان مداخله میکنن، به اصطلاح امر و نهی میکنن و سعی میکنن با فشار آوردن به این اداره برای خود امتیاز بگیرن و به اصطلاح افراد معرفی کنن به این اداره که اونا باید برای از اینا زودتر تذکره داده بشه و متاسفانه اینا باعث از این شده که یک شهروند به صورت عادی نتونه در یک مدت کوتاه و مشخص تذکره الکترونیک خود دریافت کنه. صحبت های آقای امید از هرات بود که با هم شنیدیم. آقای جواد امید فعال مدنی در هرات، روند توزیع تذکره های الکترونیکی برای اولین بار به صورت آزمایشی در سال 1394 در کابل آغاز گردید و بعد از آن در سال 1398 این روند در ولایت هرات نیز آغاز گردید و سایت توزیع تذکره که در هرات افتتاح شد به ولایت های همجوار ولایت هرات نیز تذکره توزیع میکرد. اما بعدها تعداد سایت ها یا تعداد مراکز توزیع تذکره برقی یا الکترونیکی در هرات افزایش یافت و همکنون ما در ولایت هرات چندین مرکز توزیع تذکره الکترونیکی داریم. اما با این هم اکثرا فامیل ها ماها و حتی روزها را سرگردان به خاطر توزیع تذکره، به خاطر دریافت تذکره شان میمانند. اما همان قسم که روز قبل آمدند روز بعد هم همان پاسخ را میشنوند برو و نوبت تو هنوز نشده است. این در حالی است که در برخی از ادارات دولتی بدون تذکره الکترونیکی
کار فرد اجرا نمی شود و هیچ اداره در موارد استثنایی و در موارد خاص بدون تذکره های الکترونیکی کار افراد را اجرا نمی کنند و از طرف دیگر دریافت و توزیع تذکره های الکترونیکی نیز زمانگیر است. سوال اینجاست که سرنوشت مردم چی می شود؟ مردمی که اکثرا برای جواز اخذ جواز رانندگی و در کنار آن پروسه توزیع کارت های امنیتی برای موترهای ویشی نیز مطرح است که کارت امنیتی بدون تذکره برقی به هیچ فرد داده نمی شود و امثال هم و دیگر مسائل که بدون و دیگر کارهایی که بدون تذکره الکترونیکی نمی شود، سرنوشت مردم چی خواهد شد؟ باید چی کرد تا از این وضعیت بیرون شویم؟ همچنان از همکارا خود می خواهیم اگر گزارشی که برای نخستین بار از طرف ارگ ریاست جمهوری ارائه شده بود در طرح آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی تا یک هفته دیگر آماده خواهد شد. این خبر در سال 1394 از طریق صفحه رسمی ارگ ریاست جمهوری منتشر شد. به تاریخ 4 سرطان 1394 رئیس جمهور غنی با وزرای مخابرات و داخل نمایندگان اتحادیه اروپا، یوناما، کمیسیون مستقل انتخابات، USDG، GIZ و برخی از نمایندگان و مشاورین مؤسسات بین‌المللی در خصوص توزیع تذکره های برقی دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور غنی از آنان خواسته است تا طرح خود را در زمینه آغاز مرحله آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی تا یک هفته دیگر به وی ارائه کنند. اما آنچه که جالب توجه است اخیر این متن می باشه اینکه همچنان بر نظارت جدی از سیستم توزیع تذکره های برقی نیز تاکید ورزید. در قسمت وی علاوه نمود که تطبیق پلان دوره آزمایشی نخست در کابل تجربه خواهد شد. و همچنان آخر این متن جالب توجه هست که از طرف شخص آقای رئیس جمهور هدایت داده شده تا از روند توزیع تذکره های الکترونیکی نظارت جدی به عمل بیاید. سوال اینجاست که از سال 1394 تا امروز که 1400 هست 6 سال می گذرد، چقدر از این روند نظارت به عمل آمده است و چقدر افرادی که متقاضی برای توزیع تذکره الکترونیکی هستند کارشان اجرا شده است؟ در برنامه امشب دیدگاه بیننده های تلویزیون اسلام و برنامه صدای شما را در این مورد جویا می شویم که چقدر از کارکرد ریاست احصائیه و چقدر از کارکرد مراکز توزیع تذکره الکترونیکی راضی هستند و چقدر به خاطر دریافت تذکره الکترونیکی چند روز و چند ماه منتظر ماندند و همکنون آیا دریافت کردند یا خیر. منتظر نظریات شما بیننده های برنامه صدای شما هستم. موضوع برنامه زیرنویس تلویزیونتان میگردد و همچنان پل ارتباطی برنامه که شماره تلفن هست می توانین به گونه زنده و مستقیم به تماس شوین و دیدگاه خود را با ما و بیننده های ما به اشتراک بگذارید. ناگفته نباید گذاشت که در ادامه برنامه ما دیدگاه شهروندان هرات پیرامون موضوع امشب برنامه در فضای مجازی هم جویا شدیم که برخی از کامنت های بیننده های ما جالب توجه هست که اونها هم در ختم برنامه در آخر برنامه با هم میخوانیم و میبینیم که چی دیدگاهی در فضای مجازی و صفحه اجتماعی فیسبوک داشتن. امیدوارم که نظریات خود در برنامه شریک بسازیم. همان قسم که در ابتدای برنامه هم یادآور شدم، پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی یکی از پروسه های سرنوشت ساز برای دولت و مردم افغانستان هست، چرا که با تطبیق این پروژه خیلی از پروژه های مهم و خیلی از پروسه های مهم دیگر از قبیل انتخابات ها شفاف برگزار می شود و همچنان یک سروی جامع و کاملی از نفوس کشور به دست می آید و یک آمار دقیقی از نفوس کشور که چقدر باسواد هم اکنون در کشور داریم، چقدر از اینها سالم هستند، چقدر معلول، چقدر معیوب، چقدر زن، چقدر مرد، چقدر صاحب شغل و بالاخره صاحب مشاغل و چقدر بیکار هستند. اینها همه با توزیع دقیق تذکره های الکترونیکی در کشور مشخص میشه و معلوم میشه که هم اکنون ما چقدر نفوس داریم و آمار و ارقام نفوس کشور چقدر هست و چقدر سنشان بالای سن کار هست و چقدر سنشان پایین سن کار هست، آیا نفوس کشور ما جوان هست یا خیر. اینها موضوعات و سهولت هایی که با عملی شدن و تطبیق شدن جامع پروسه توزیع تذکره های برقی برای افغانستان تحقق پیدا میکنه و مردم از او
مستفید میشن. اما اخیرا در روزهای اخیر در ولایت هرات سر و صداهای شهروندان این ولایت به خاطر انتظار ماندن دریافت تذکره زیاد شده و برخی از نهادهای مدنی و اعضای جامعه مدنی دادخواهی های نیز در این رابطه داشتند و که بالاخره برخی از این نهادها حتی زمان تعیین کردن برای ریاست احصائیه که تا زمان مشخص شده باید موضوع تذکره های الکترونیکی حل بشه و مردم دیگه سرگردان روزها و ماها نباشند به خاطر دریافت تذکره ایشان. اولین بیننده پشت خط هستند. بله سلام علیکم. علیک السلام، شب شما بخیر. از کجا به تماس شدین؟ شما همچنین از ولایت هرات تماس شدین؟ از ولایت هرات. نام شما؟ عبدالقیوم حبیبیار. آقای حبیبیار، از زبان شما میشنویم شما تذکره برقی گرفتیم یا خیر؟ ما از 9/13/1400 ثبت نام کردیم، نزدیک دو ماه میشه که به قول سده گذاره ثبت نام کرده بودیم، گفتم بکنم تو باید بستر میرسه تال دو بارم رفت میگه تا به حال تذکره کسایی که از 13/90 ثبت نام کردی بوده تال اینا تموم نشده، باز با شما شاید یک موردی ما بسنگ میزنم. یعنی دو ماه هست شما منتظر هستین تا ای که به شما تماس بگیرن؟ یا دو ماه میشه که ما ثبت نام کردیم، چند روز پیشتر هم جای ما ثبت نام کردیم، به رسولی گذره گفتم به روز که از چی میشه نوبت بیتر میرسه، وقتی ما اونجا رفت ثبت نام هم کردیم نزدیک دو ماه میشه، باز رفتی اونجا رفت میگه سال از 1399 ثبت تمام نشد، کسایی که ثبت نام کرده از 1400 از 99 که تمام شد از 1400 شروع میشه. بله چند وقت فیلم میکرسه گفت معلوم نیست شاید 20 روز یک مایدی ما باید با شما تماس بگیر. بله آقای حبیبیار، فکر میکنیم چه علت باعث شده تا این همه طولانی بشه؟ من فکر کنم به اون کسایی که اونجا خواستن از کار از اینا خیلی به کندی پیش میره، که خیلی یک توجه به مشکلات مردم ندارن، کار اونا به امیر اقیمشور بستر میگه اونا یک روز میره ثبت نام میکنه، بعد میگه رفتی اونجا به نوبت میرسه، میگه برو پیش ارباب محل، رفتی پیش ارباب محل میری همه کار تکمیل میکنه، بعد میاری که به اون سایت میری به اون جای سایت، بعد میگه چرا رفت اینجا مور در مور ارباب تایید شده بعد چرا نوشته نکرده، یعنی یک بهانه های کوچیک مردم سر میده اونم. بله چقدر فکر میکنین شفافیت در این پروسه جریان داره وجود داره؟ یعنی در افغانستان هیچ پروژه شفاف نبوده، به این هم نمو یک شاید چیل فیتا شفافیت بجید باشه، یعنی جایی که کارا برگزار میشه حتی کسایی هم هست که به نگه اونجا کار مجموعی تر بوند از اون شبکی یعنی چی سایت که هست نگه دو هزار داریم و کار رو در روزی 15 روز تمام میکنم، از هم دیستاخ شده دیگه همین کار رو میگه. بله تشکر از شما، شب شما بخیر، خدا نگهدار. آقای حبیبیار از بیننده های ما بودند و گفتند دو ماه میشه که به تاریخ 9/2/1400 ثبت نام کرده بودند و مراجعه کردند تا فعلا نوبتشان نرسیده. مشکلات در سایت ولسوالی گذره هست، در مرکز ولسوالی گذره هست، کارمندان این مرکز امروز به گونه اعتراضی کارشان را متوقف داده بودند و همه به ریاست احصائیه مراجعه کرده بودند، مبنی بر اینکه گویا زورمندان در پروسه روند توزیع دخالت میکنند و بالاخره کارمندان این مرکز را تهدید میکنند. بله سلام علیکم. علیکم السلام، وقت شما بخیر. خوبین؟ سلامت باشین، وقت شما هم بخیر. خوش آمدین. نام شما و از کجا به تماس شدین؟ عبدالخالق یاسینی هستم، از ولسوالی گذره با شما هم کلام هستم. آقای یاسینی خوش آمدین، شب شما بخیر، میشنویم دیدگاه شما. خوش باشین، زنده و سلامت باشین. در موضوع برنامه شما باید گفت که در ولسوالی گذره در بخش چک اسناد خیلی رشوتخوری علنی و آشکاری هست. شخص میخوان میگن که امروز در مراحل اسناد شما هست و اگر کوچکترین تخطی یا کوچکترین مشکل داشته باشه اسناد میگن برو دو ماه بعد بیا. بعد از اون همون شخص یا همون مدیر او بخش میه بیرون و برای همون شخصی که دو ماه بعد به طبیق انداخته میگه اگر یک هزاری بدی کارتو به 20 روز یا به 10 روز بعد انجام میشه. اگر او شخص برای تو اعتماد کرد میگه اگر یک هزار بدی امروز از بایومتریک میشی. دوما وقتی که از شخص طلب ارشاد میکنه اگر شخص قبول نکنه حتما دو ماه بعد میفته. من خودم شخصا
دو بار رفتم دانشگاهی رفتم و گفتن که تو باید دو ماه بعد بیای. و در موضوع بایومتریک وقتی که میریم اونجا باید اکثریت روزها سیستم بایومتریک تا به ساعت 10 یا 9 جور نیست. روزی که ما بایومتریک داشتیم یکی از کارمندان قسم خود که امروز ما 4 فامیل بایومتریک کردیم. و این از تخطی ها و مشکلاتی هست که در مراکز توزیع تذکیرها الکترونیکی هست. علاوه بر اینها حتی همین کارمندهای بخش تذکیر الکترونیکی اکثریتشون ارتباط خوبی با مراجعین ندارن و انشاءالله که مسئولین صدای مرا بشنون و یکی کارهایی که گفتم. بله. آقای یاسینی شما خودتان مستند صحبت میکنین، شاید این قضیه بودین که تقاضای پول کردن مامورین این مرکز؟ بله من خود شخصا شاهد هستم و حتی در صورت تمایل میتونم شخص همون نام تقاضای رشوت کرد برای شما بگم. تشکر از شما، شب شما بخیر. بخیر باشین، خدا خدا نگهدار. آقای عبدالخالق یاسینی بودن، باز هم از سایت ولسوالی گذره، از مرکز ولسوالی گذره شکایات داشتن و همچنان صحبت کردن از نبود شفافیت در این مرکز و در این سایت و همچنان گفتن که تقاضای مطالبه گویا این که مطالبه پول از ایشان و یا دوستانشان شده باشه شده بوده و در قسمت چک اسناد گفتن که کارشان مشکل مواجه میشه، کارشان مشکل هست. خب میریم فضای مجازی را، کامنت هایی که در فضای مجازی بیننده های ما داده بودن اونها رو میبینیم، چون همکار ما میگم که وقت کمی هم از برنامه مانده. خانم هما نیکسر گفتن تمام میشود که ثبت نام کردن ولی هنوز من را برای بایومتریک نخواستند. آقای حبیب روزگار گفتن حدوداً 4 ماه قبل فرم ثبت نام را تکمیل کردم، گفتن منتظر زنگ باشید، تا فعلا که هیچ کدام خبری نیست. آقای عبدالواسی ایوبی گفتن مشکل اساسی کمبود وسایل و عدم کارکرد سیستم می باشد، باید عادلانه قضاوت کرد. کامنت های بعدی. آقای حسین نیکفر قریشی گفتن فقط کافی است برای نیم ساعت خودتان را به جای کارمندان قرار دهید که 5 ماه حقوق نگرفتند، فشار تراکم کار و ازدحام ارباب رجوع را تحمل کرده ولی با پیشانی باز در حد توانشان کار روزمره محوله را علی‌رغم کمبود امکانات انجام میدهند. آنگاه نه تنها اتهام به آنها وارد نمی کنید بلکه تحسینشان هم خواهید کرد. من حدوداً 2 ماه می شود به شکل آنلاین ثبت نام کردم، امروز تذکره‌ام را دریافت کردم، از رای خدمات و نحوه برخوردشان کاملا راضی ام. بس پرداخت نشدن یا حواله نشدن معاشات کارمندان تذکره های الکترونیکی مرفوع شد و این بس فعلا یک بس منتفی هست. آقای قریشی گفتند از کارمندان گفتند که شدت کار و نبود امکانات و بالاخره. کامنت های بعدی. آقای محمد داود ایمانیار خیلی وقت میشه ثبت نام کردم اما تا حال که خبری نیست. آقای غلام حیدر دوست ما تذکره گرفتیم، صبر کردیم و رشوت ندادیم. سید عبدالواسی سادات از زیاد افراد شنیدم که میگفتند از 1000 تا 3-4000 برای یک تذکره پول پرداخت کردند. فراموش نکنید رشوه ستانی به جلو انداختن کار یک نفر باعث میشود تا کار عده دیگری که رشوه ندادند عقب افتاده و حقشان تلف شود. خودم 3.5 ماه می شود که ثبت نام کردم تا هنوز نوبت من نرسیده است. کامنت های بعدی. آقای امید سالاری دوستان عزیزی که می گویند ما 3 ماه یا 4 ماه می شه ثبت نام کردیم ولی زنگ نزدن، باید برایشان بگویم که مدت نزدیک به 4 ماه می شه که مرکز حاجی عباس افتتاح گردیده است ولی بنابر کمبود وسایل و کارمندان متاسفانه هنوز ما نتوانستیم درخواستی هایی که به برج 12 سال 1399 ارسال گردیده بود را کار نماییم و در مراکز دیگر نیز همین شکل است، زیرا یک روز میبینی سیستم کل ولایت خراب میشه و هیچ کار نمیکنه و عدم رسیدگی سایه ولایتی و مرکزی نیز قابل یادآوری است، زیرا که مدت 5 الی 6 ماه میشه کارمندان جدید استخدام شدند که تا به حال وسایل و جکمیت های کاریشان از مرکز نرسیده و بدون سرنوشت ماندند و مردم به حوصله ما هم که به دنبال یک سوژه هستند که در صفحات مجازی به اشتراک بگذارند. اگر خودتان به جای ما میبودین میفهمیدین که چرا نوبت نرسیده و از روی ظاهر قضاوت نکنید. آقای سالاری از کارمندان یکی از مراکز تذکره توزیع تذکره هستند و گفتند امکانات وجود نداره، نبود امکانات هست و
با همین امکانات کم ما برای مردم خدمات زیادی را انجام میدیم. از محل جباس گفتند که گویا اینکه کارمندان جدید استخدام شده ولی هنوز هم برایشان امکانات در نظر گرفته نشده، هنوز هم برایشان امکانات نیامده. سوال اینجاست، در ابتدای برنامه هم یادآور شدم از سال 1394 این پروژه تحت کار هست و دولت روی آن کار میکنه، چرا تا فعلا با گذشت 6 سال هنوز وسایل و امکانات تکمیل نشده که تا هنوز مردم ما به خاطر گرفتن یک بار تذکره تابعیت خیش ماها و روزها را سرگردان میمانند؟ کامنت بعدی آقای خانم حسینات حسینی، ما بیشتر از 4 ماه میشه ثبت نام کردیم هنوز تماس نگرفتند. ها حقیقت داره، تا همین روز فامیل ما رفته پول داده که تذکرهشان را بده. آقای وحید افضلی، بله تذکره گرفتیم بدون کدام مشکل، این خود مردم است که زمینه فساد را ایجاد میکنند، که من که ندیدم و نم شنیدم تا حالا وقت گیر است ولی فساد در کار نیست. بیننده های برنامه صدای شما، این بود برنامه امشب. در برنامه امشب ما بحث روند توزیع تذکره های الکترونیکی را به بحث و بررسی گرفتیم. دیدگاه شهروندان ما را از طریق موبایل به شکل زنده شنیدیم که گفتنی های داشتند. دو برادر ما تماس گرفتند، دو تماس را وصل کردیم به برنامه که هر کدام از سایت یا مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولسوالی گذره شاکی بودند و هر کدام اسناد داشتند مبنی بر فساد در این اداره. و همچنان دیدگاه های شهروندان ما در صفحه مجازی فیسبوک هم دیدیم که هر کدام حتی گفته بودند 4 ماه می شود که ثبت نام کردیم، باز هم به ما نوبت نرسیده. ما گزارش مفصل تر در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی داریم که دوشنبه شب هفته آینده در برنامه نبض شهر پخش خواهد شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند مهربان می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدارتان.